در یک روز پاییزی آنکارا به دیدار یک هنرمند افغان ساکن این شهر رفتم. سلام. هنر معرق چوب، صنایع دستی که برای مردم ترکیه ناشناخته اما جذاب است. یک هنرمند افغان معرق کار که این هنر را در ترکیه دنبال می کند، موفق شده آن را به مردم این کشور بشناساند. من گل محمد جعفری هستم. اصالتاً افغانستان، در شهر غزنی افغانستان به دنیا آمدم. 29 سال سن دارم و فعلا به مدت 5 سال میشه که در ترکیه زندگی میکنم. من از وقتی که اومدم به فکر این افتادم که این هنر رو باید بشناسم و خوشبختانه اولین شخصی هستم که این هنر رو در داخل ترکیه شروع به فعالیت کردم. استاد گل محمد که فعالیت هنری خود را از کابل شروع کرده، در تهران به صورت حرفه‌ای هنر معرق چوب را فرا گرفته. او که در هر دو کشور ایران و ترکیه به عنوان مهاجر زندگی کرده، شرایط و امکانات دو کشور در عرصه هنر را به خوبی تجربه کرده است. من فعالیت خودم در ایران هم داشتم، به مدت 7 سال اونجا فعالیت کردم، به مدت 5 سال فعلا اینجا فعالیت کنم. ترکیه بهتر نسبتاً اون شرایط نیاز هست فراهم میکنن. طبعا سختی های خودشو دارن ولی راحت تر میتونه یک فرد رایشو رو ادامه بدن. مهاجرینی که در ایران هست تحت تاثیر شرایط ایران قرار میگیرن، رو میارن به کارهای شاقه. ایران یعنی کار، یعنی کسی دنبال یک هنر، دنبال یک آموزش، دنبال چیزی به راحتی نمیرن و کسی هم که میرن دچار مشکلات زیادی هست. هنری که استاد گل محمد برای آموختنش سختی‌های زیادی را تحمل کرده و سالها آموزش دیده، حالا تبدیل به مایه آرامش روح و روان او شده است. چوب تنها چیزی که بسیار آرامش بخش برای من یک مدت رو دچار بیماری شدم. یکی از تأثیر که این هنر روی من گذاشت به عنوان یک داروی بسیار قوی بر من کار کرد. استاد جعفری معتقد است هنر باید بازتاب جامعه افغانستان باشد و این موضوع را در شناساندن افغانستان به جوامع دیگر مؤثر می داند. هنر من معرف من بوده در واقع. یک هنرمند طبعا که یک آثار زیبایی را خلق می کند، اون آثار زیبا تنها اون آثار نیست بلکه یک فرهنگ از افغانستان به نمایش می زارند. الان از افغانستانی ما، از هموطنهای ما دکتر داریم، هنرمند داریم و این تاثیر بسیار خوبی رو دارن. یعنی افغانستان رو فقط به چشم یک کشور جنگ زده نمیبینن. جنگ، ناآرامی، حمله های انتحاری و مهاجران غیرقانونی، تصویری که در ذهن اکثر شهروندان ترکیه از افغانستان است. اما استاد گل محمد و هنرش توانسته در حد خود در این تصویر تغییر ایجاد کند. فریزیا ثابتی، آنکارا.